حمل و نقل شهری در چابهار یعنی تاکسی های زردی که محال اسانه ها را در سطح شهر ببینید. فقط خبرهایش را می شنوید که تعداد بیشماری تاکسی روانی شهر چابهار شده است، اما برای خدمات دهی یا فروش سوخت معلوم نیست. از طرفی هم فقط 2 اتوبوس شهری داریم که باید ساعتها منتظر رسیدن آنها باشیم. وضعیت حمل و نقل چابهار چطور انو؟ خوب نیست، همه خرابه. این ماشینی وایستاده اینجا برای کم میره، نفر 10,000 میگیره، یعنی 5 نفر یا 6 نفر بار میزنه میبره 60,000 تومان. ولی نه، این اتوبوس است روز 2 بار یا 3 بار دور میزنه دیگه، بس تعطیل میکنه. آژانس ها کرایهشون بالایه، اسنپ هم حتی کرایهش بالایه، خط واحدها تعدادشون کمه، اصلا کولر ندارن. اینا اصلا از رده خارج، از تهران آوردن اینجا، مردم بدبخت اینجا به خدا، با هزار بدبختی به خدا یک ساعت ما وای میسیم با این گرما کنار خیابون. شهر چی گو ان شهر گو برابر سوقی گو دل گپی میکوتن. آیا مقامات و مسئولان مربوطه فکری هم به حال مردم کرده اند؟ مشکل حمل و نقل کلیه، کل کشور دچار این موضوع هست که یارانه حمل و نقلی که باید وزارت کشور و کمکایی که باید دولت انجام میداد انجام نداده چند سال اخیر، و یکی هم بحث تورم و افزایش قیمت هاست. ما زمانی یه اتوبوس مثلا درون شهری خط واحد 200 میلیون تومان بود، الان 5 میلیارد تومانه. ولی خب با این همه حال ما متوقف نشدیم، تلاش کردیم، یه توافق با منطقه آزاد انجام دادیم که بازم به واسطه این تغییرات اون دچار مشکلاتی شد و عملا کاملا انجام نشد. چرا؟ یه قسمتی از تعهداتشون دوستان انجام دادن. ما 2 تا اتوبوس الان تو خط داریم که اینا رو هم بله خیلی کمی، حداقل 10 دستگاه اتوبوس ما لازم داریم، 30 دستگاه میدل باس و مینی بوس که اینا رو ما رایزنی کردیم، به ما قول دادن که 2 تا دستگاه اتوبوس تخصیص بدن، و 15 تا مینی بوس بود که درخواست دادیم شده 30 تا، یه درصدی رو باید شهرداری بده، الباقی رو خود سازمان شهرداری ها میده. در خصوص تاکسی ها هم که مستحضرید، متاسفانه ما یه مشکل اساسی داریم. ببینید ما متفاوتیم با استانهای دیگه کشور. چرا؟ چون موقعی که تاکسی میاد در خط در یکی از شهرهای خارج از استان دیگه نیازی به کارت سوختش فعال بشه و جی پی اس و سیمپاد و نمیدونم این نداره، همون روز میره شروع میکنه به فعالیت، و چون سوخت سودی نداره بهترین سودش اینه که مسافرکشی بکنه. متاسفانه این موضوع کارت سوختی که ما الان کارت سوختای تاکسی های ما هنوز فعال نشده، یه تعداد زیادیشون، یه تعدادی هم که از همون ابتدا اصلا هدفشون نبود. و یه نکته خیلی منفی دیگه ای بود که شما کمک کنید، ما الان سهمیه داریم، 150 تا سهمیه داریم، فراخوان دادیم، اطلاع رسانی کردیم، واقعا مردم استقبال نکردن. یعنی این یه نکته ایه که هیچ کی نمیتونه از ما ایراد بگیره. من خودم اینو شاهدم، همین آقای مدیر عامل من چند بار به ما زنگ زده بود، حتی با من کمیته امداد یه توافقی کردیم، و آن کسی نیومد چون یه پول اولیه‌ای باید می‌داشتن. بعد رفتیم الان با بانک مهر ما توافق کردیم، اینو شما اطلاع رسانی کنید، در همین جلسه که در خدمت حضرت عالی بودیم در حضور شما بود، توافق کردیم که وام بده، وام خیلی با درصد پایین، که دیگه کسی که میخواد تاکسی ثبت نام کنه و بیاد واقعا کسی باشه که بیکار باشه، کسی باشه که شغل دومش این نباشه، کسی باشه که بیاد این کار رو انجام بده و هم خودش به درآمد بده برسه و هم به مردم خدمات بده. حال باید منتظر باشیم و ببینیم که این مشکل حل خواهد شد.